خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه سوم و امروز 25 مهر 1392. یه مروری روی مبحث قبل بکنیم. یادتون باشه توی جلسه اول یه اینتروداکشن راجع به ADF گفتیم ADF یه در واقع فریمورک الفتاییه، یه سری کامپوننت های ریچ داره، یه معماری لایه بندی شده داره، معماری که داره قابل اسکیلبله و همچنین یه حالت مرجع گونه ای داره که شما نتونید با اینکه میتونید تکنولوژی مختلفی استفاده بکنید ولی نتونید از زیر دست اون چارچوب در برید. و همچنین گفتیم بر اساس لایه بندی MVC لایه های مختلفی که داریم، چهار تاست، یکی همون مدل ویو کنترلر معروفمون، یکی هم بیزنس کامپوننت ها BC4J، مدل ها گفتیم همون ADF Data Control و غیره، کنترلرمون هم همون ADF کنترلر یا تسک فلو هاست که در آینده باشون آشنا میشیم. توی لایه ویو هم که ADF Faces ها داریم، یه مقایسه کوچیکی هم با EJB و در واقع J2E انجام دادیم، در نهایت یه تست کوچیکی انجام دادیم. اما جلسه قبل رفتیم سراغ BC4J، اولین لایه و یعنی در واقع بیزنس کامپوننت ها، اولین لایه ای که مورد بحثمونه. این لایه ای که چندین جلسه متناوب روش کار میکنیم و بعداً یواش یواش روی لایه مختلف شروع به کار میکنیم. گفتیم که لایه بیزنس سرویسمون دارای سه بخش باید باشه. قاعدتاً هر لایه بیزنس کامپوننتی باید سه بخش رو در خودش بگنجونه. یکی دیتا اکسس لایر که لایه‌ای که قسمتیه که در واقع ارتباط با دیتابیس رو برقرار میکنه، از جمله کوئری ها و همچنین دستورات اینسرت، آپدیت، دیلیت و همچنین مدیریت ترانزکشن و غیره. لایه بعدی لایه بیزنس لاجیکه که گفتیم که توی اپلیکیشنمون میخوایم که برنامه دیتا انتگریتی ها انجام بده و همچنین لاجیک های مخصوص اون بیزنسه که داریم براش برنامه نویسیم و توش پیاده بکنیم، که ممکنه این بیزنس لاجیک هر سازمان به سازمان دیگه ای فرق بکنه در حالت های پیچیده، حالا در فرم های کوچیکی که ممکنه یکی باشن. بیزنس لاجیک ها انشالله در جلسه بعد یا دو جلسه بعد روشون کار میکنیم که چجوری قابل پیاده هستن. و لایه آخر سرویس لایره، لایه که سرویس دهی میکنه به کلاینت ها، و کلاینت ها تنها کامپوننتی که باهاش سر و کار دارن این لایه سرویسه. این باعث میشه که تمام لاجیک برنامه و تمام بله این بیزنس لاجیک منطقه که کنترل رو دیتا که میاد توی حالا اون دیتا سورس، درسته برای خروجی از دیتا سورس بخواد بخونه آیا بازم کنترل میکنه؟ خب اون میشه بحث کوئری ها و فیلتر ها، یعنی ما میخوایم اطلاعاتی را نمایش بدیم. نه اونا بهش نمیگم بیزنس لاجیک، چون میبینم الان پای صفحه یعنی یه دیتا اینجوری میاد از اینجا دیگه. دقیقاً یعنی درست فهمیدم یه درمش رو بیزنس لاجیک معمولا به ولیدیت کردن و دیتا آدیت کردن میگن، جایی که میخوای دیتا ها را مواظب باشی که چجوری بره و چجوری بیاد. این که چجوری دیتا ها واکشی بشه بحث در واقع شاید بشه گفت سکیوریتی باشه، هر دیتایی ها نتونه ببینه، آترایزیشن باشه، مجوز هر دسترسی نداره و شاید بیشتر توی همین بشه. بله شاید بشه گفت که بله، چون که ویو آبجکت ها خودشون هم بناگذار بیزنس لاجیکن، اما اسم لاجیک که میاد یعنی زمانی که خب تو میخوای دیتا بفرستی بیشتر روی اون مبحث. سرویس لیر هم که همون قسمتی که گفتیم که کلاینت باهاش سر کار داره. اما چه خوب میشه که بیزنس کامپوننتی وجود داشت که میومد یه سری زیر ساختار خودش پیاده میکرد، از جمله ولیدیت کردن و وصل شدن به دیتابیس، ترانزکشن رو مدیریت بکنه و این غیره. اینایی که واقعا واسه یه برنامه نویسی یه زحمت داره نوشتنش یه جورایی، و خوشبختانه میخوام بهتون بگم که BC4J این کار کرده و این قابلیت رو داخل خودش داره. معمولا BC4J تمام کامپوننت هایی که ما باهاش سر کار داریم به صورت XML که این قابلیت رو بهتون میدن که جاوا فایل هم در کنارش بذاریم اگر که شما نیاز دارید رفتار پیش‌فرض بیزنس کامپوننت ها رو عوض بکنید. و گفتیم یه سری خاصیت هایی دارن
وی سی فور جی اولا اوآر مپینگ هن، میتونید سرویس کدشون بکنید، معماری لایه بندی شده ای دارن، ساپورتی یاد دارن واسه مدیریت دیتابیس و کانکشن ها و ترانزکشن ها، و همچنین گفتیم مدل دریون یو آی کامپوننت هن. یعنی یو آی کامپوننت ها میتونید آن دی فلای تعریف بکنید، در صورتی که هنوز یو آی وجود نداره، محض همون یو آی هینت ها که بررسی کردیم، گفتیم مستر دیتیل و غیره هم ساپورت میکنه. رسیدیم به بخشی که گفتیم که خب ما سه تا قسمت اعظم داریم تو بیزنس کامپوننت، انتیتی آبجکت، ویو آبجکت و اپلیکیشن وجود، که انتیتی آبجکت و ویو آبجکت دیتا اکسس لیر ها هستن. گفتیم انتیتی ها مسئول دی ام ال هستن، ویو آبجکت مسئول کوئری و سلکت هستن، که اگر کامباین بشن با انتیتی آبجکت ها هم قابلیت واکشی هم اینسرت آپدیت دیلیت ها پیدا میکنن. اپلیکیشن ماجول هم لایه سرویس اون بود که کل این کامپوننت ها قابلیت پیاده سازی بیزنس لاجیک را با هم دیگه دارند. خب اما من یه بخشی اضافه کردم توی این اسلاید، اون سری اضافه نکرده بودم، برای اوراکل فرم کارا که چه مفاهیمی ما اون سم داشتیم که این طرف شبیه به اون میمونه. ADF Business Components implement all of the data-centric aspects of the familiar Oracle Form Runtime Functionality. یه تمام اون چیزایی که اون طرف داشتین رو داریم، با این تفاوت که شما توی Oracle Form دیتا بلاکاتون وضع شدن، سلکتاتون، اکسسوراتون، اگه اشتباه نکنم چیزی داشتی به نوع اکسسور، ریلیشن هاتون و همچنین یو آیتون و تریگر ها، ایونت هایی که روی دکمه ها، ایونت هایی که روی دیتا ها بود، همه یه جا بود. یعنی این یه لایه، اما ما اینجا درسته همچین مفاهیمی ها داریم، دیتا بلاک همون، ویو آبجکت هم، ریلیشن همون، ویو لینک هم، مثلا یو آی همون که خب همون دکمه ها که انجام میشه، ولیدیشن هایی که انجام میشه، تمام اینا توی ADF اومده طبقه بندی و لایه بندی شده. یعنی شما حق ندارید یه سلکتی رو داخل یو آی بزنید، سلکت باید تو ویو آبجکت طرف بیزنس کامپوننت اول تعریف شده باشه و بعد داخل یو آی استفاده بشه. این تفاوتیه که میشه ازشون نام برد. اما اپلیکیشن ماجول شبیه هدلس ها هستن. داشتید هدلس؟ من چون خودم کار نکردم، فقط یه جوره یه مطالعه کردم روش. یا دیتا پورشن نداری؟ خب شبیه اونا انتیتی آبجکت ها شبیه فورمز رکورد منیجر ها هستن، اونا داریم. خب که مراقب نگهداری اطلاعات هستن، همچنین ایونت هایی که داخلش هست، ایونت هاشون شبیه بیزنس رول هایی هستن که این طرف داره، و ویو آبجکت ها و دیتا بلاک ها. اینا دیگه مطمئنم که دیتا بلاک ها داشتیم. دیتا ریت رایوال انجام میده و این تقریبا میشه گفت که شباهت زیادی به اون قسمت داره. اما بعد اینجا توضیح دادیم، اون سری هم گفتیم، اون پروژه‌ای که با هم دیگه ساختیم، دیدیم که یه سری در واقع این قسمت هم اون سری فرصت نشد که بگیم. داخل اپلیکیشن ماجول یه قسمتی داره به نام کانفیگوریشن، bc4j.xcfg، یعنی کانفیگوریشن bc4j. تمام کانفیگوریشن اپلیکیشن ماجولا داخل این فایل قرار میگیره، از جمله اینکه اون پولینگایی که شما میخواین تعریف بکنید، گفتیم یه اینستنس پولینگ داره، یه کانکشن پولینگ، که کانکشن پولینگش آپشنال، میتونه از اپلیکیشن سرور بخونه، میتونم خودش راه اندازی بکنه. راجع به این مسئله سر وقتش بیشتر صحبت میکنیم، میخوام فقط در جهت دونستم. پس اگه همچین فایلی ها دیدیم، بدونید که مال کانفیگوریشن در واقع لیر سرویستونه و یه همون اپلیکیشن ماجولتون. ADF Config داخل اپلیکیشن ریسورس یه قسمتی هست به نام دسکریپتورز ADF Config. داخل ADF Config ما یه سری
کانفیگوریشن ها یا برای کل برنامه اون انجام میدیم. مثلا اگه برنامهتون قراره توی یه سیستم کلاستر بندی شده ران بشه، که باز هم اینا انشالله سر فرصت توی جلسات آخر ادوانس راجبش صحبت خواهیم کرد براتون میگیم، اگه همچین حالتی داشته باشید یه سری اطلاعات کلی و مداخله اینجا قرار میدید. کانفیگوریشن بعدی JPX که به ازای مدلتون ایجاد شده، که ما بهش میگیم اینجا چون پروژه مدله اسمش از model.jpx. داخل model.jpx اطلاعاتی قرار میگیره که به درد جی دیولوپر میخوره، کانکشنی که داره استفاده میکنه، تمام پکیج بندی هایی که قرار دادین، و همچنین یه سری کانفیگوریشن هم راجع به شیرد اپلیکیشن ماجول ها قرار میگیره، که خب اون دیگه تنظیمات داخلی خودشه. ADFM config که رجیستری تمام فایل هایی که توی مدل استفاده شده را داخل خودش قرار میگیره، که فکر کنم ADFM config ما الان اینجا کجا جنریت شده؟ نه اصلا جنریت نشده، معمولا خودش یه شرایط خاصی جنریت کنه. روی حساب اینا مطلب رو باز کردیم که در جریان باشید که فایلایی بیشتری هستن که در کنار اون فایلایی که شما ساختید جنریت شدن اوتوماتیک. حالا تو لایه ویو کنترلر که این موضوع به کرات بیشتره. خب تستر هم که دیدیم و یه نه تست هم زدیم با هم دیگه، یه نه برنامه تستی هم نوشتیم که چجوری اپلیکیشن ماژولمون رو دستی بتونیم ران بکنیم و غیره. خب بریم سر سراغ بحث بعدیمون، جلسه یه در واقع بخش سوم. این بخش سوم ممکنه دو سه جلسه ای کار داشته باشیم باش. Introducing Entity Objects. گفتیم اولا Entity Objects چیا بودن؟ مسئول چی بودن؟ DML ها. یعنی کارشون صرفا این بود که بتونید شما دیتابیس ها آره تغییر بدید. منتها حالا آشنا میشیم بیشتر باهاش که چه قابلیت های بیشتری بیلتین داره بدون که شما نیاز به طراحی و پیاده سازیشون باشید، و همچنین آشنا میشیم با قسمت های مختلفی که داره، اتریبیوت ها و پروپرتی های مختلفی که باهاش کار میکنیم. پس اولین قسمت از بیزنس کامپوننتمون رو شروع می‌کنیم. پس ما فعلا هنوز تو لایه بیزنس کامپوننتیم، اولین کامپوننت بیزنس کامپوننت رو داریم بررسی می‌کنیم، که گفتیم شبیه همون چی بودن تو اوراکل فرما؟ دیتا منیجر، رکورد منیجر، رکورد منیجر. ببخشید من دیگه بلد نیستم، مسخره نکنیم. شوخی می‌کنم. خب Entity object hides the physical database object from the developer and enables them to work with data in the form of Java object. یعنی دقیقاً حالت OR mapping رو اینجا واسه همون پیاده میکنه. شما به عنوان دیولوپر وقتی که میخواید روی یه جدولی insert, update, delete بزنید، دیگه احتیاج نداره که آشنا باشید با جدولتون، با کالمناش و غیره. چرا؟ چون قبلا یک بار اون جدول رو به یه object, entity object نگاش دادید، و وقتی نگاش دادید شما دیگه الان با این entity کار دارید، با این entity کار میکنید. مثلا به entity تو میگید که برو واسه من primary key فلان رو find بکن، من میخوام مثلا field descriptionش رو update بکنم با این مقدار و commit. شما به هیچ وجه درگیر سلکت زدن اون سطر، درگیر آپدیت کردن اون سطر نمیشید، با یه آبجکت جاوایی کامل کار کردید. این خاصیت OR مپینگه که انتیتی آبجکت اون داره. همچنین داخل خودش یه سری پروپرتیز داره. انتیتی آبجکت ها represents data source definition and an entity instance represents a row in a data source. پس در واقع میشه گفت که هر انتیتی میتونه نماینده یه دیتا در واقع یه جدول یا یه ویو یا یه materialized ویو توی دیتابیس باشه دقیقا، و هر اینستنسی که شما باهاش کار میکنید، فایند میکنید، فچ میکنه،
و غیر هر اینستنسی که ازش بگیرید معادل یک سطر از اون دیتابیس. خب هر سطری از دیتابیس چیا داره؟ یک سری کالم داره. در عوضش اینجا ما چی داریم؟ اتریبیوت داریم. یعنی هر کالمی مپ میشه به یه اتریبیوت. خود جدول هم که مپ شده به یه انتیتی. پس در واقع ما اینطوری باهاش کار میکنیم. ADF application could be traditional relational database management system such as Oracle, MySQL, MS SQL and DB2 or web services or even third party services. در واقع Oracle ADF J developer support فوق العاده خوبی از Oracle داره. یعنی شما وقتی جدولتون رو میسازی میره ریلیشنش رو پیدا میکنه، خودش اسوسییشنش رو میسازه، تمام اطلاعات اون جدول تا اونجا که میشه واکشی میکنه. اما شما با این حال میتونید با دیتابیس هایی که ساپورت میکنه البته خودش MySQL و MSSQL و DB2 میتونید با تمام دیتابیس هایی که تحت استاندارد SQL 92 هستند هم کار بکنید. اما یه نکته ای، شما وقتی که با اونا کار میکنید دیگه توقع نشته باشین XML-ی که واسهتون مینویسه کامل و صحیح باشه. این تست من خودم تستی که انجام دادم روی PostgreSQL بود، یه نوع دیتابیس اوپن سورسه. وقتی جدول این طرف مپ میکردم یه چیز افتضاحی در میومد. یعنی گاهی آدم فکر میکنه که واقعا جی دیولوپر و ADF تجاری هستن و انگار که مخصوصا و عمدن واسه یه اوراکل طراحی شدن. مثلا پوست گره که این کار رو میکردید میدیدید که خب یه سری چیزا اولا درست مپ نشد، مثلا اسمی که اون طرفه با این طرف فیلدش درست هم خانی نداره. بعد که میرید مثلا تو سایتش سرچ میکنید ADF میگه که من اصلا پوست گره رو ساپورت نمیکنم، هر کاری کردی خودت کردی، خودت بشین منیج کن. پس شما باید اینجا دیگه خوره حرفه‌ای باشید برید پشت صحنه، تمام لایف سایکلش هم یه جاهایی احتیاج داره که دستکاری بکنید. حتی اون کلاسی که یه کلاسی پشت صحنه ADF داره که از روی آبجکت ها سلکت ها رو تولید میکنه، دستورات رو تولید میکنه، گاهی وقت شاید احتیاج بشه واسه دیتابیس خاص شما برید حتی اون رفتارها هم عوض بکنه. شاید تو دیتابیس شما دستور دیلیت یه طور خاص تریه یا همخوانی نداره با این چیز و همچین مشکلاتی ممکنه پیش بیاد. مثلا من ADF رو به اکسس هم وصل کردم و از اکسس دیتا ها رو فچ میکنه نشون میده، ولی مثلا اینسرتش درست کار نمیکنه. یه سری مسئله اینطوری. حالا تو ورژن 12 یه سری ایمپروومنت داشته و حتی به این لیست SQLite هم اضافه کرده، یعنی گفته من الان SQLite رو خوب ساپورت میکنم، یه در واقع اون SQL بیلدرش هم پیاده سازی کردم. همچنین شما میتونید انتیتیتون رو به یه وب سرویس هم متصل کنید و حتی به یه ترد پارتی سرویس دیگه که حالا هرچی میتونه باشه. اینا دیگه مباحث ادوانس میشه. ما مد نظرمون فعلا دیتابیسه و اوراکل. یک سری از فیچرهای انتیتی واسه بقیه دیتابیس ها کار نمی کنه. حالا ما هم آشنا میشیم، مثل رفرش آن اینسرت، رفرش آن آپدیت، مثل بچ آپدیت کردن انتیتی ها روی فقط اوراکل کار میکنه، سیکونس ها و هم یه سری مسائل اینطور. اما رابطه ای که در واقع اجزای انتیتی آبجکت ها شامل اینا میتونه باشه، اولا زمین لیزرش را بندازم مشخصه. اولا انتیتی آبجکت ها که خب گفتیم نماینده یک جدول، با یک انتیتی آبجکت میتونن یک رابطه منطقی برقرار بکنن، دقیقا همون رابطه‌ای که توی دیتابیس هست. انتیتی کالکشن ها یا انتیتی کش که در واقع کشینگ سیستم رو بر عهده دارن، شما اطلاعاتی که در واقع واکشی میکنید همشون کش میشن، اونه که فایند میکنید کش میشن. حتی شما زمانی که میگید من میخوام یه سطر خاصی با فلان پرایمری کی پیدا بکنم، اول تو کش میگرد، اگه تو کش نبود
میره تو دیتابیس سلکتش رو میزنه. انتیتی دفینیشن هم مسئول تعریف در واقع اون انتیتیه. شما این قابلیت رو دارید که ران تایم بتونید یه سری اتریبیوت ها رو عوض کنید، پاک کنید، بردارید، بذارید، یه سری کاره پیچیده و هاش میشه کرد که خب معمولا همچین رفتارهایی احتیاج نمیشه. توی خیلی از کیس ها شاید ساعت ها شما کار بکنید احتیاج به این موضوع نداشته باشید که حتی بدونید انتیتی کالکشن چیه. چیه؟ ها کالکشن انتیتی کالکشن یه بحث خیلی مفصلی دارن توی قسمت ادوانس پایین باشون کار کنید. اما تا این حد بهت بگم که به ازای هر سلکتی که شما میزنید به ازای اون بایند وریبل ها یک روست تولید میشه. این روست کش میشه. دفعه بعد اگه دوباره همون بایند وریبل رو سرچ کنید نمیره سلکت بزنه، از کش میخونه. و توی انتیتی هم همینطور. خب ادامه بحث اجزای انتیتی. همونطور که گفتیم اولا Entity Object Definition XML فایل ها رو داریم. هر جا سوالی هست حتما بگید، من خیلی دوست دارم سوال کنید. چون شما که نه ولی بقیه چون که اینطوری یه فیدبکی هم من میگیرم که متوجه بشم که خوب تونستم انتقال بدم یا نه، اگه نه که بتونیم بهتر این کار انجام. This file is an entity descriptor which holds metadata definition for the entity. This file stores the following configuration for an entity object. پس اول ما بحث خود entity object داریم که ببینیم XML فایل شامل چیه. یک، شامل اطلاعات دیتابیسی که بر اساس اون این entity ساخته شده. این اسم تیبلش چی بوده، اسکیماش چی بوده و غیره. The attribute definition for each column present in entity object. تمام اتریبیوت هایی که نماینده کالم های اون دیتابیس هستن. یعنی اگه اونجا ما یه کالم داریم به نام first name، این طرف هم یه اتریبیوت داریم به نام first name. اگه اون طرف یه مثلا ایمیل داریم، یه دونه مثلا همچین چیزی، این طرف هم یه دونه ایمیل به ازاش مپ میشه. نکته اینجاست که شما این اختیار رو دارید که تمام کالم ها رو این طرف مپ نکنید. اما یه خطری وجود داره که شما حتما حتما باید مواظب باشید تمام کالم هایی که required هستن و mandatory هستن در باشه. شما اگه خواستید دستور insert بزنید و نباشه با خطای دیتابیسی برخورد می‌کنه. View accessor and entity accessors attributes. اینو بذارید توی قسمت اسوسییشن ها و بعد توی قسمت نه توی قسمت بیزنس لاجیک ها بیزنس رول ها باش آشنا بشید. View accessor می‌خواد چیکار entity؟ درسته؟ ویو لینک بینشون برقرار نمیشه. اونجا یه قابلیت هایی هست که شما بتونید اطلاعات اومده رو با یه ویو آبجکت با ریزالتش مقایسه بکنید. وقت باید اکسسور داشته باشه. بیزنس ایونت دفینیشن. یه قسمتی هم داریم به نام بیزنس ایونت ها که صرفا برای سیستم سرویس اورینتد استفاده میشه. اون موقعی که برنامه‌تون رو وب سرویس میکنید یه ایونت هایی که تعریف میکنید که بتونه هر تغییری داد به همه پابلیش بکنه. اینا فعلا حالا حالا با آشکاری نداره. آبجکت بعدی یا فایل بعدی که ساخته میشه یه نه انتیتی دفینیشنه که یه کلاسیه که در واقع نماینده دفینیشن اصلی خود انتیتیه. انتیتی اصلی اون گفتیم شامل چیا بود؟ چه دیتابیسی وضع شدم، چه کالمنایی دارم، چه اتریبیوتایی دارم. حالا یه نه کلاس هم داریم که بتونیم رفتار رو ران تایم عوض بکنیم اگه نیاز بود، که از entity def impl extends میکنه. entity object خود کلاس اصلی که شامل تمام گترها و سترهای اتریبیوت هاست.
مثلا اگه فرست نیم دارید، معادلش این طرف اکسسورش رو دارید که بتونن بعدا با جاوا کالش بکنن، get first name set first name، که بعدا هر وقت set و get شد تو کش تأثیر بذاره. و همچنین یه سری رفتارهای دیگه ی انتیتی هم هست. مثلا زمانی که خواستم دستور DML را بنویسم، قبل از اینکه کامیت شوم، بعد از اینکه کامیت شدم، به محض اینکه سطر ایجاد شد، به محض اینکه ریموو شد، در واقع اینجاست که میتونید اون مسائل ها پیاده سازی بکنید. Entity Collection که این کلاس نماینده همون کشینگ سیستمه که شما ممکنه روزی روزگاری بخواید اینا تغییراتی توش بدین، از کلاس Entity Cache Extends میشه. اما Core Features of ADF Entity Object، Entity Objectمون چه قابلیت های بیشتری داره؟ چه چیزی داره؟ آیا فقط یه OR مپینگ ساده است؟ خیر، Entity Object به غیر از اینکه مسئولیت نمایندگی یک جدول و ویو و غیره رو دارن و میتونن دستورات DML رو ایجاد بکنن، یه سری خاصیت های دیگه ای دارن که خب به درد خیلی دیولوپر ها میخوره. یکی این که ویژوال دکلراتیو، این اینا بارها گفتیم و میگیم هنوز که ویزاردی راحت میشه باش کار کرد. اسوسییشن ها، بحث اسوسییشن ها در واقع فیچریه که ما اینجا داریم واسه اینکه بتونیم رابطه های یک به چند بین جداول را برقرار بکنیم. دکلراتیو ولیدیشن ها را بتونید به صورت کاملا XML-ی تعریف بکنید بدون نیاز به کد نوشتن، صرفا برای ولیدیشن های کوچیک تا بزرگ بتونید پیاده سازی داشته باشید. کشینگ انتیتی، این سیستم باعث میشه که ارتباط با دیتابیسمون خیلی خفیف‌تر باشه و نخواهیم زیاد کانکتیویتی داشته باشیم با دیتابیس و از این لحاظ به پرفورمنس سیستم کمک میکنه. بیلتین کراد اپریشن، بدون اینکه نیاز به تعریف مثلا اینکه به سیستمتون بگید که کرییت کن، اینسرت کن، آپدیت کن، دیلیت کن، با یه سری اپریشن خودش کار میکنیم و دستورات پیش فرض اونی که شما میخواین برقرار بشه. کانکارنسی هندلینگ یکی از بحثای خیلی جالب که توی ادوانس باهاشون آشنا میشیم، قسمت لاکینگ که چجوری قبل از اینکه یه دیتا بره تو دیتابیس اول اون سطر رو لاک میکنه که یوزر دیگه‌ای باهاش کار نکنه، بعد میفرسته و یه سری مسائل اینطوری که انواع لاکینگی که داریم میتونه توش پیاده بکنه. کاستومایزیبل فریم ورک کامپوننت، کامپوننتی که شما میتونید رفتارشو هر جوری که میخواین عوض بکنید، همونطور که گفتیم میتونید با هر ترد پارتی دیتا سورسی هم ارتباط بینش برقرار بکنید. دامین دریون دیولپمنت، میتونید از توی اون در واقع از اتریبیوت هایی تعریف بکنید که حالت دامین دارن، مثلا دامینی داریم به نام نامبر، دامینی داریم به نام دیت، حالا من میخوام یه دامین جدید تعریف بکنم، یک تایپ جدید تعریف بکنم و اون در واقع کالندرم رو مپ بکنم به این دامین خاص یا و غیره. این هم یکی از فیچرهای جالبیه که داره. سکیوریتی انیبلد و میتونید بر اساس یوزری که لاگین شده یا کلا دسترسی های اینسرت آپدیت دیلیت رو محدود بکنید. اما ساختن یک انتیتی آبجکت، اولا که خب باید دیتابیس کانکشن ها تولید بکنیم توی در واقع جی دیولوپر. به محض اینکه دیتابیس کانکشن مشخص شد، یک بار مشخص شد، ADF Model Project رو باید اینیشیال بکنیم که ازتون میپرسه که میخوایی که مثلا دیتا فلیور هم چی باشه، چه دیتا بیسی داری کار میکنی و دوست داری تایپ هایی که برات در نظر میگیرم چه تایپ هایی باشه. Creating Entity Object، حالا از دو طریق شما میتونیم Entity Object همون رو بسازیم. یکی از طریق اینکه به صورت کامل از روی جداول بگیم که ما میخواییم از این جدول، اون جدول، اون جدول تمام این تیتیه رو جنریت بکنیم، که یادتون باشه اون جلسه با هم دیگه همه مسئله رو بحث کردیم، و یا اینکه بتونید دستی انتیتی آبجکت رو تکی ایجاد بکنید. من یه مثالاش رو
براتون اینجا میزنم. من یعنی پروژه اپلیکیشن جدید ایجاد میکنم، چیا بزنم؟ احسن اسمش هم میزنم FOD2. خودش تمپلیتینگ هایی که من نیاز دارم و به پیشنهاد میکنه و میده، چون من فیوژن زدم دیگه خودش میدونه که من یه مدل میخوام، یه ویو کنترلر و برام اینا رو جنریت کنم که روز آن بزنم. خب اولا یکی از روش ها گفتیم که ساختنش اینه که توی قسمت بیزنس تایر، اولا خب دیدین که کلیک راست نیو بیزنس تایر ADF بیزنس کامپوننت، بیزنس کامپوننت فرام تیبل، این همینه که اون جلسه با هم کار کردیم. به محض این که اینا میزنن میگه که اولا کانکشن ها واسم تعریف بکن و همچنین کل پروژه رو برام یه تعریفی بکن که پلتفرمت چیه و دیتا تایپ هایی که میخوای استفاده بکنی چیه. خب ما اینجا کانکشن نداریم، کانکشن همون رو میتونیم ایجاد بکنیم. میگیم که ما یه کانکشن داریم به نام FOD، یوزرمون FOD همش تست میزنیم. اگر قرار باشه با دیتابیس دیگه کار بکنید اینجا میتونید نوعش رو عوض بکنید و همچنین نیا کنید یه قسمت داره به نام Generic JDBC. یعنی اینکه شما بتونید با هر سیستم دیتابیسی که JDBC ساپورتش میکنه وصل بشید. درسته که اتصال رو برقرار میکنه ولی ممکنه بعدا تو مدلینگ اون چنان که شما مد نظرتونه جوابگو نباشه. خب اوراکل اینا نگاه کنید، تست پورتش هم که صحیحه، رولش هم که صحیحه، اوکی. خب پلتفرم اوراکل SQL سرور داره، SQL 92 داره، DB2 داره، اینها اوناییه که خودش از قبل پیاده سازی شده داره و کاملا کامپتیبله. بماند که مثلا یه سری چیزا هم خب کم و زیاده دیگه، مثلا شما MySQL که میذارید بعد پرایمری کی اینا رو احتمالا خودتون تعریف بکنید، یعنی خودتون باید بگید پرایمری کی کدوم بود، ولی وقتی اوراکل خودش میفهمه، وقتی که MySQL میذارید سیستم آیدنتیتی و سیکوئنساتون فرق میکنه و خودتون هندلش بکنید، که خود اوراکل واسه اونا هم یه سری سولوشن داره. خب دیتا تایپ هایی که میتونید استفاده بکنید، جاوا اکستندید فور اوراکل، خود اوراکل دامینزه و جاوای پیوره. جاوای پیوره که استفاده میکنید فقط با آبجکت هایی که مثلا توی پکیج جاوا داد لنگه یا جاوا داد مته میتونید کار بکنید، مثل بیگ دسیمال، لانگ، اینتجر، اونا رو مپ میکنید. وقتی که اوراکل جاوا اکستندد فور اوراکل استفاده میکنید، هم جاوایی ها را دارید هم اوراکلی ها دارید، اما پیشفرض خودش مپینگ رو بر اساس جاوایی ها انجام میده و اوراکل که وقتی تو این حالت بذاریم فقط با لایبری اوراکل کار میکنه. اوراکل دیگه داخل خودش مثلا آبجکتی به نام اینتجر و لانگ و بیگ دسیمال رو جدا نکرده، که بر اساس فقط یه نامبر گرفته، با اون یه نامبر میتونید کار بکنید. بهتره جاوا اکستندد فور اوراکل بگیریم به چند دلیل. یکیش میتونه این باشه که بعدا تو وب سرویس ساختنمون کارمون ساده تره، چون میدونید که وقتی شما یه وب سرویس تعریف میکنید هر تایپی که بخواید بذارید نمیشه و تایپ هایی بذارید که استاندارده. اولا اگه استاندارد نیست وقت مجبور میشه برنامه واسه تو یه دیتا تایپ پیچیده تعریف بکنه، تازه یه XSD بذاره کنار وب سرویستون که این باعث سنگینی وب سرویستون میشه. این یه موضوعه. موضوعهای دیگه هم داره که حالا مهم نیست فعلا. خب پس گفتیم روش اولمون این بود که بکنیم به محض این که من اونجا اونا رو تعریف کردم، یعنی مدل داد جی پیکس هم تعریف شد، خواهش بود یه مدل داد جی پیکس هم تعریف شد و این اتفاقات افتاد. الان شما میتونید یکی اینجا این حالت رو دارید که یه سری از تیبل ها رو با همدیگه تعریف بکنید و
با هم دیگه انتیتی هاشون تعریف بشه. یه روش دیگه هم اینه که روی مدلتون کلیک راست بکنید، نیو بزنید و بگید من صرفا یه دونه انتیتی آبجکت میخوام. انتیتی آبجکتی که زدید، اولین کاری که میپرسه میگه که دیتا سورستون چیه، دیتابیسه یا وب سرویسه. ما فعلا با این قسمت کاری نداریم، میگیم ما میخوایم یه از روی دیتابیس بسازیم. میگه کدوم اسکیما اف او دی، کدوم جدول. اگه اسمش رو حفظ نیستید میتونید براوز بزنید بگید تیبل ها رو واسم کوئری کن، مثلا روی پرسنت یه دونه انتیتی بساز. وقتی که این کار رو میکنید میبینید که اسمش هم واسه خودت ساجست کرد، منتها یه حالت کمل کیس، اولی ها همیشه بزرگ بقیه کوچیک. ایش من